سلام، بعد از ظهرتون بخیر. من نازنین موسوی هستم از برنامه سرمایه گذار شو. امیدوارم هر جا هستین حال دلاتون خوبه خوبه خوب باشه. برنامه دیگه از مجموع برنامه های سرمایه گذار شو در خدمت شما هستم. همونطور که میدونین برنامه رو از خونه پیش میبرم، اما همکار من جناب آقای مرتضی کلهوری در استودیو هستن که اگر مشکلی برنامه پیش اومد هدایت برنامه رو به عهده بگیرن. آقای کلهوری سلام، خدا قوت و ممنونم که هستید. سلام، ظهرتون بخیر خانم موسوی. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید و برنامه خیلی خوبی هم باشه. خیلی متشکرم از شما. خب اول اجازه بدین با چند تا خبر داستان شروع بکنیم. یکی این که نرخ خوراک پتروشیمی کاهش پیدا کرده. این قضیه از این جهت مهمه که میگن سوداوری این شرکت ها بیشتر شده و الان به نظر میرسه که این ETF پالایش یکم جذاب تر از گذشته شده. خبر دومی که منتشر شده اینه که مدیر عامل فرابورس ایران گفته نفت ستاره خلیج فارس به زودی وارد بازار فرابورس میشه و عرضه میشه. داستان در مورد ارزهای اولیه خیلی زیاده. ما معمولا اینطوری فکر میکنیم که اگر بریم یه ارزهای اولیه رو بخریم خیلی بدون ریسک، حداقل دیگه 100% بهمون سود میده. داستانهای زیادی حول محور ارزهای اولیه هست و امروز میخوایم با جناب آقای مسعود جعفری، یکی از کارشناسان خوب بازار سرمایه، راجع به همین ارزهای اولیه صحبت کنیم و ببینیم آیا این باورهای درستی هستن یا نه. آقای جعفری سلام و عرض ادب، به برنامه سرمایه گذار شو خوش آمدید. سلام خانم موسوی، سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک میگم بابت برنامه خوب سرمایه گذار شوی که خیلی کمک میکنه به تازه واردان بازار سرمایه که بتونن اطلاعات خیلی خوب رو کسب کنن، و همینطور سلام میکنم خدمت همه بینندگان برنامه سرمایه گذار شو. در مورد ارزهای بفرمایید، در خدمتتون هستم. فکر کنم از اینجا شروع بکنیم که اصلا ارزهای اولیه چی ان، چه مراحلی داره برای اینکه وارد بشن، بعد اینکه آیا شرکت ها چرا اصلا باید بیان تو بورس، این داستانش چیه؟ ممنون میشم این مقدار بیشتر توضیح بدین. در خدمت شما هستم. خانم مصطفی، همونجوری که حالا اطلاع دارید بازارهای مالی دسته‌بندی‌های مختلفی دارن. یکی از دسته‌بندی‌هایی که برای بازارهای مالی صورت میگیره دسته‌بندی بر اساس مرحله عرضه یا به اصطلاح زمان عرضه هستش که به دو دسته بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم بندی میشه. بازار اولیه یا هم IPO مخفف Initial Public Offering هست یا عرضه عمومی اولیه. وقتی که شرکتی برای اولین بار سهام خودش رو به بازار عرضه میکنه، این در بازار اولیه صورت میگیره. تو بازار اولیه قبل از عرضه مرحله کشف قیمت صورت میگیره و بعد عرضه میشه با اون قیمت. به اصطلاح سرمایه گذاران عام میتونن بیان خرید کنن، اما از حقیقی و حقوقی. بعد توی بازار ثانویه همین خرید و فروش دیگه بین خود خریدار و فروشنده انجام میده، دیگه اینجوری نیست که از سهام داره اصلی ما اون عرضه صورت بگیره. اما در مورد این عرضه های اولیه، من خدمتتون عرض کنم که اصلا چرا نیاز هست که این شرکت بیاد و توی بورس و سهام خودش رو عرضه کنه، چرا نباید سهام خاص باشه؟ ببین، یه سری مزیت ها بورسی شدن برای شرکت ها داره و به اصطلاح عرضه اولیه داره که من میخوام اشاره کوتاهی بهشون بکنم. اولین و مهمترین مزیتی که این عرضه ها برای شرکت داره اینه که خب یه شرکت وقتی میخواد بزرگ بشه، وقتی نیاز به توسعه داره، یک خب طرح توسعه‌ای داره، و من حالا یک مثال بزنم، من و 5 تا از دوستای دیگه مالک یه شرکتی هستیم، می‌خوایم توسعهش بدیم، اولین چیزی که نیاز داریم نیاز به نقدینگی هست. این نقدینگی رو میتونیم به صورت بدهی از بانک یا سایر انتشار اوراق به دست بیاریم، میتونیم و 1% از سهاممون رو عرضه کنیم و شریک به اصطلاح برای خودمون پیدا کنیم. اینو از طریق بازار سرمایه انجام میدن. مزیت بعدی که خب خیلی تامین نقدینگی از طریق بازار سرمایه تو این روزا خیلی مفیده. موضوع دوم بحث معافیت مالیاتی هست که برای شرکت ها وجود داره. شرکت های بورسی 10% و فرابورسی 5% میتونن معافیت مالیاتی بگیرن. حالا اگر این میزان عرضه ای که به بازار میکنن بیش از 20% باشه، یعنی 20% سهامم من بیام از شرکت خودم به بازار عرضه کنم، این معافیت مالیاتی 2 برابر میشه.
مزیت بعدی اینه که توی نقل و انتقال سهام، من اگر بخوام توی شرکت سهامی خاص و خارج از بورس این کار انجام بدم، کلی کار اداری و دنگ و فنگ داره و مالیات 4% نقل و انتقالم وجود داره، اما این توی بازار بورس بسیار کمتره. 0.5% ارزش نقل و انتقال رو میتونن راحت اون مالکین برای نقل و انتقال سهامشون انجام بدن. من میتونم راحت سهام شرکتم رو وثیقه بانکی بذارم، اعتبار کردیت شرکت بالاتر رفته چون عرضه شده، و همینطور برای شرکتایی که بازارهای صادراتی دارن خیلی مهمه، برای مشتریان صادراتی و مشتریان خارجی که کردیت و اعتبار شرکت بالا باشه. یکی از اونها شفافیت شرکت‌ها و اطلاعاتشون هست که این از طریق بورس انجام میشه. پس این مزیت‌هایی بود که شرکت‌ها داشتن برای آی پی او شدن، و الان خیلی از شرکت‌ها در سطح عرضه هستن و ما همچنان تا سال آینده میتونم بگم هفته دو هفته یک عرضه رو حتما خواهیم داشت. اما در مورد اینکه مراحل پذیرش شرکت‌ها چجوریه، ببینید شرکت‌ها اول اینکه میخوان عرضه بشن باید یک جلسه اولیه داشته باشن و یه سری فرم و مدارک رو پر کنن. این فرم و مدارک رو بعد از اینکه حالا اطلاعاتشون رو پر کردن، باید با یک به اصطلاح مشاور عرضه و مدیر عرضه اختصاصی که یکی از نهادهای مالی تخصصی هست قرارداد ببندن. اون نهاد میاد برای این شرکت ها طرح کسب و کارشون رو آماده میکنه، امیدنامه‌شون رو آماده میکنه، یه سری مشاورین حقوقی میان بحث‌های حقوقی و دعاوی شرکت رو بررسی میکنن و غیره. بر اساس کیفیت شرکت توی عرضه اولیه شرکت ها میان دسته‌بندی میشن. چجوری؟ شرکت هایی که توی بازار اول و دوم بورس هستن یا توی تابلوی اصلی و فرعی، یا اینا که حالا خیلی از سرمایه‌گذارا میشنون توی بازار فرابورس بازار اول داریم دوم داریم، اینها به چه صورت هست؟ ببینید شرکت‌ها بر اساس کیفیتشون توی بازارهای مختلف به ترتیب خیلی کوتاه کنیم بازار... اگر این بحث رو کوتاه بکنیم من ممنون میشم، چون سوالای دیگه‌ای داریم، یعنی میخوام خیلی وارد این نشیم که دقیقاً بعد چه معنی. بله من سوالات رو بیشتر می‌خوام. برای اینکه دسته‌بندی توی بازار انجام چه، حالا بر اساس میزان سرمایه‌شون 100 میلیارد 50 میلیارد تعداد سال‌هایی که سودآور بودن و غیره وارد بورس میشن. توی بازار مثلا فرابورس شما میتونید با شرکتی که 10 میلیارد یا 1 میلیارد هم سرمایه داره وارد بشه، توی بازار دوم حتی با 100 میلیون سرمایه هم شرکت‌ها پذیرش میشن. اما یکی از نکات دیگه من خدمت شما عرض کنم و بعد به سوالات خود این روزهای عرض اولی بپردازیم اینه که عرض اولیه قبلا به روش حراج قیمتی انجام میشد، یعنی یک قیمتی قبلا کشف میشد و توی این کشف قیمت هیچ نهاد تخصصی مالی که الان داریم مثل تامین سرمایه ها یا شرکت های سرمایه گذاری و صندوقات و مشاور سرمایه گذاری دخالت نداشتن. حراج قیمتی به این صورت بود که قیمت تعیین می‌شد توی بازه زمانی مثل حالا الان که سفارش خریدی که مردم می‌بینن، هر کی زودتر سفارش خودش رو ارسال می‌کرد می‌تونست از اون عرضه اولیه استفاده کنه، و به خاطر اینکه هیچ روش ارزش‌گذاری تخصصی قبل از اون وجود نداشت باعث می‌شد خیلی از سهامدارا ضربه ببینن، آسیب ببینن. از سال 96 به این ور روش ثبت سفارش به صورت ثبت سفارش و بوک بیلدینگ انجام میشه که یک مهلت زمانی داده میشه و همون روشی که الان هستش تو این روش توی اکثر بورس‌های دنیا انجام میشه. قبلا ما از سال حالا تقریبا تا دهه 80 ارزش گذاری شرکت‌هایی که می‌خواستن بیان توی بورس فقط بر اساس NAV و ارزش دارایی‌هاشون بود که اینا کارشناسای رسمی دادگستری انجام میدادن، یعنی شرکت میرفت پیش کارشناس رسمی دادگستری، اونا میومدن میگفتن مثلا فلان قدر زمین داره، تجهیزات داره، ملک داره، اینقدر قیمت می‌خوره، پس این شرکت اینقدر می‌ارزه. ولی از سال دهه 90 به این بعد کم کم فرهنگ ارزش گذاری شرکتی و به اصطلاح اینوستمنت بانکینگ پیشرفت کرد توی ایران، و الان می‌بینیم که شرکت‌های تامین سرمایه خیلی بزرگ میان ارزش گذاری و کشف قیمت تخصصی رو روی شرکت‌ها انجام میدن. بعد از اون بر اساس یک قیمتی که اونها تعیین می‌کنن و امیدنامه‌ای هم که شرکت میده میتونن به اصطلاح فرآیند کشف قیمت انجام بشه. یک بازه‌ای داره و اخیراً چون خیلی استقبال زیاد شده همیشه این بازه روی سقف قیمتی کشف قیمت میشه. من در خدمتتون هستم خانم مصطفی اگر سوالات دیگه ای هست. خواهم بدونم آقای جعفری، این که میگن ارزهای اولیه هیچ ریسکی ندارن، آیا این باور درستیه؟ ببینید من خیلی دوست دارم که کسانی که توی این بازار هستن به جای اینکه به جو فعلی و حالا اون چیزی که توی بازار هست توجه کنن، به قواعد، قوانین و منطق‌ها توجه کنن. اینکه دنبال چرایی باشن، اینکه چرا
ارز اولیه اینجوری دارن سود میدن. ببینید من ارز اولیه رو کم ریسک شناسایی میکنم، اما الان نمیتونم بگم بدون ریسک هستن. من حالا عزیزان بیننده میخوام برن ارز اولیه شفا رو نگاه کنن توی اسفند 96 و یا ارز اولیه آسیا سیر هیاسا توی سال 96، اینها از همون روز دوم منفی شدن و ضرر خب زیادی به اون کسایی که گرفته بودن زدن. خیلی شرایط بازار مهمه. الان ما توی سال 98 شرکت ها 50-60% بازدهی میدادن، 30-60% بازدهی میدادن که توی سال 99 به خاطر اقبال عمومی که صورت گرفت این به بازه مثلا به 100% هم رسیده، ولی اصلا نمیتونیم بگیم که بدون ریسک هستن. خیلی باید توجه کنیم، چون الان شرایط بازار و ترند کلی سعودی هست، شاید گم بشه اون ارزش ذاتی شرکت توی جو تقاضایی که وجود داره. ولی حتما دوستان امیدنامه شرکت ها رو مطالعه کنن. من امیدنامه رو تو سایت isb.ir ایران فراگوش.ir میتونن برن و تو قسمت پذیرش و امیدنامه شرکت ها رو حتما دنبال کنن، مطالعه کنن. یک ماه قبل از عرضه اولیه شرکت ها امیدنامه هاشون توی به اصطلاح اون زمانی که اطلاعیه درج میاد توی سایت ISB هست و برای شرکت های بورسی توی isb.ir هستش. من حتما دوستان رو به این سمت میخوام متمایل کنم که به صورت منطقی و به اصطلاح هوشمندانه با ارز اولیه فکر کنن. قیمت ذاتی سهم مهمه که خب توی امیدنامه این قیمت ها دلایلش آورده شده و همینطور جو بازار هم توی این موضوع خیلی تاثیر داره. آقای جعفری، یه سوال دیگه که هست اینه که چه زمانی مناسبه که این ارزهای اولیه رو بفروشیم؟ من خواهش میکنم ببین زمانی که برای ارز اولیه مناسب هست، من به دوستان چون ترند بلند مدت سعودی هست و دوستان اگر سرمایهشون کم هست و میخوان که توی ارزهای اولیه بعدی شرکت کنن، من پیشنهادم اینه که خب وقتی که این ارز اولیه ها اون روزی که عرضه میشه و یه تعادلی میرسه این ارزها رو بفروشن. اما اگر دوستانی که خب سرمایهشون به اون حد هست که ارز اولیه رو شرکت کنن، من پیشنهاد میکنم که چون این ارزهای اولیه به دلیل اینکه به صورت خرد و کم به دست همه هست، خیلی از فعالین بازار دوست دارن که خب اگر شرکت هم خوب باشه اون شناوری سهم رو جمع کنن و به صلاح مالکیت بیشتری کسب کنن. حتما من پیشنهاد میکنم که تو دور دوم سعودی هم نگهداری کنن. البته این باز هم میگم به قیمت‌های سهام مهمه. مثلا این شرکت غذایی که اخیراً عرضه شده، خب به نظر من بالاتر از ارزش ذاتیش الان هستش و خب مناسب نیست. ولی مثلا شرکت‌های سودآور که در بلند مدت سودده هستن، مثلا شرکت آریا ساسور، این شرکت‌ها مناسبن که آدم بتونه بلند مدت روی اونها سهامداری کنه. پس خیلی منوط به نوع شرکت. خیلی از صحبتاتون استفاده کردم. حالا احتمالاً دفعات بعدی نحوه ثبت و اینها هم بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار. مطالب تخصصی‌تر ان شاءالله من در خدمتتون هستم. سلامت باشین، خدا نگهدار. زنده باشین، خدا نگهدارش. خب ما بریم و برگردیم تا راجع به بخش دوم با هاتون صحبت کنیم. توی این بخش میخوایم راجع به بیمه صحبت بکنیم. ما تو هفته های گذشته راجع به بیمه صحبت کردیم، اینکه بیمه ها به صورت کلی چه ریسک هایی رو پوشش میدن، اینکه چه انواعی دارن، بیمه های زندگی رو تفکیک کردیم از بیمه های غیر زندگی و امروز میخوایم راجع به بیمه های عمر صحبت بکنیم. شما سوالات خیلی خوبی برای من فرستادین. میخوام با جناب آقای تربتی، مدیر محترم توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه راجع بهشون صحبت بکنم. سوال‌های ما معمولاً حول این محوره که اصلا بیمه عمر چه مزایایی داره، آیا برای ما مناسب هست یا مناسب نیست، و اینکه چه افرادی معمولاً این بیمه ها رو می‌خرن. من متوجه شدم که تو سال‌های گذشته، یعنی بودم در واقع، میگه که تو سال‌های گذشته اون علاقه داغی که به بیمه های عمر بوده کمتر شده. حالا می‌خوام راجبش با جناب آقای تربتی بیشتر صحبت کنیم. آقای تربتی سلام و عرض ادب، به برنامه سرمایه‌گذاری خوش آمدید. سلام خانم موسوی، خسته نباشید، ممنون از دعوت مجددتون، من در خدمتتون هستم. سلامت باشید. آقای تربتی، فکر کنم از اینجا شروع بکنیم که اصلا بیمه های عمر چه انواعی دارن و اینکه مناسب چه افرادی هستن و کلا چه ویژگی هایی دارن. در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
ببینید، بیمه های عمر رو از جنبه های مختلفی میشه تقسیم بندی کرد. حالا چه به صورت زمانی، یعنی ما بیمه هایی داریم که زمان محدودی هستن یا مدت زمان نامحدود دارن تا در واقع فوت طرف اتفاق میفتن، چه به صورت شیوه سنتی یا مدرن که در واقع به صورت سنتی بیمه نامه ها هیچ ارزش اندوخته‌ای ندارن، اما به صورت مدرن بیمه نامه ها حالا به اصطلاح میگن ذخیره دار هستن، المان سرمایه گذاری دارن و در واقع به طرق مختلفی میشه این بیمه نامه ها رو تقسیم بندی کرد. اینکه چه افرادی میتونن بیمه نامه ها رو بگیرن، خب شامل طیف وسیعی از افراد میشه، واقعا نمیشه گفت که در واقع سن یا شرایط خاصی داره که اگر فرد از اون حوزه بیرون بیاد دیگه نتونه بیمه نامه ها رو بگیره. اما شرکت های بیمه ملاحظات ریسکی بابت در واقع بیمه کردن افراد از لحاظ سلامت و حالا سن و سال رو انجام میدن. سوال بعدیتون رو اگه امکان داره. من گفتم که کلن مناسب چه افرادیه این بیمه های عم، چه کسانی بهتره که برن بیمه های عم بخرن؟ ببینید، خب خدمتتون عرض کردم، ببینید بیمه های عمر در واقع از لحاظ سن و سال اگر که افراد در سن پایین تر یا حالا والدین برای فرزندانشون بیمه هایی رو خریداری کنن، قطعا به سمت بازده سرمایه گذاری اون بیمه نامه ها میرن که بتونن در آینده ازش استفاده کنن. شرکت ها معمولا از بیمه های گروهی برای کارکنانشون استفاده میکنن که به صورت سالانه اونها رو بیمه میکنن و در صورت فوت نابهنگام فردی سرمایه رو تخصیص میدن به در واقع افراد زینف اون بیمه نامه. و بیمه های مستمری که البته بیمه های مستمری و یا بازنشستگی بیمه هایی هستن که در واقع دغدغه های بسیاری از افراد رو حل میکنن در سنین پیری، در واقع خریدارهای خوبی داره حالا در دنیا و در کشور هم در این چند ساله سعی شده که این بیمه نامه ها به صورتهای خاصی پیاده سازی بشه، چون ما یک در واقع ریسکی که شرکت های بیمه قبول میکنن ریسک طول عمر هستش و ما طول عمر رو و اینکه فرد در سنینی که نمیتونه کار کنه توانایی درآمدی داشته باشه این رو به عنوان یک ریسک در نظر میگیریم که در واقع بیمه بازنشستگی هست که این بیمه نامه رو ارائه میده. خب حالا شما راجع به این صحبت کردیم که بحث عمر و اینکه کمک میکنه به آدم هایی که میخوان دوره بازنشستگیشون رو بگذرونن. الان شما میدونید که خیلی فرصت های سرمایه گذاری زیادی وجود داره که آدم ها واقعا میخوان بینشون انتخاب کنن، یعنی من فرد نمیتونم تو همه این فرصت های سرمایه گذاری بیام و سرمایه گذاری بکنم. من میخوام بدونم که این بیمه عمر چه ویژگی هایی داره که باعث میشه من باید بهش جدی تر فکر کنم و به عنوان یه گزینه خوب همیشه در نظرش بگیرم. ببینید، بیمه های عمر در واقع پوشش های بیمه ای رو که هیچ بازار مالی به فرد ارائه نمیده ارائه میدن. این پوشش ها شامل در واقع نقص عضو از کار افتادگی ها، امراض و بیماری ها هستن. خب شما در جریان هستین که هیچ بازار سرمایه گذاری حتی با در واقع بالاترین بازده های سرمایه گذاری یک همچین مواردی رو به افراد تخصیص نمیده. مضاف بر این که شرکت های بیمه با توجه به این که در بخش سرمایه گذاری کار میکنن و عملا یک بالشون بال سرمایه گذاری هستش، باعث میشه که بتونن این سرمایه گذاری رو به صورت بهینه انجام بدن و در واقع بتونن مواردی رو که افراد در آینده نیاز دارند به در واقع بیمه شده ها ارائه کنن. پوشش های بیمه ای مهمترین بحث بیمه هاست که خب بازارهای مالی به هیچ فردی تخصیص نمیدن. الان اگر در واقع یک فردی که در بورس کار میکنه از کار افتاده بشه یا نقص عضوی براش ایجاد بشه که نتونه بره کار کنه، قطعا سازمان بورس نمیاد در واقع یک مقرری رو به فرد بده، ولی بیمه نامه ها پوشش های ریسکی رو برای افراد در این طول زمان نگه میدارن.
خب این شباهتش به بیمه بازنشستگی که همین الان تامین اجتماعی انجام میده چیه؟ یعنی اینکه خب ما اگر فقط بحث مستمری باشه که خب بیمه تامین اجتماعی بعد از 30 سال به ما اون مستمریمون رو میده، این تفاوتش با این بیمه چیه؟ ببینید خب حالا چون بحث تامین اجتماعی مطرح میشه در واقع ما میتونیم خیلی گسترده تر صحبت کنیم. ببینید بیمه های بازنشستگی در دو وجه به شدت قابل تفکر هستن، یک بخش سرمایه گذاری و یک بخش در واقع جمعیتی. ما متاسفانه حالا صندوق های بازنشستگی در کشور بازده های خوبی نداشتن و با توجه به اینکه هرم سنی در واقع جمعیتیمون رو به رشد هستش و افرادی که در دهه 60 به دنیا آمدن در واقع در سنین پیری جمعیت به شدت بالایی رو تجربه میکنن، متاسفانه شرکت های بازنشستگی عملا قادر به ارائه خدمات به تمام این افراد نخواهند بود، با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در سالهای قبل به اون گونه که باید میبوده نبوده و این افزایش سن هم مزید بر علت شده که نتونن در واقع صندوق ها اون مقرری که باید داده بشه رو در واقع ارائه بدن. مضاف بر اینکه در واقع به ریسک ورشکستگی این صندوق های بازنشستگی اشاره میکنید، درست میگم؟ بله، واقعیت این هستش که ببینید شرکت های خب خصوصی به هر حال باید ترازنامه هاشون به هم بخوره و سوداوریشون انقدر قابل قبول باشه که بتونن به فعالیت ادامه بدن. و یک دلیلی هم که شرکت ها اومدن و در واقع به نوعی کمک میکنن به نظام بیمه کشور این هستش که بیمه های تکمیلی بازنشستگی رو میتونن در واقع ارائه بدن که افراد بتونن لااقل از دو وجه، هم از سمت بیمه تامین اجتماعی و امثال صندوق ها و از بیمه های خصوصی دارو ارتباط ما فکر کنم با آقای تربتی دچار مشکل شده. خب حالا تا زمانی که دوستان آقای تربتی صدای من رو داریم؟ بله بله، من صدای شما رو دارم. خواهش میکنم. و من در واقع خدمتتون عرض کردم که بله، ریسک ورشکستگی صندوق ها به هر حال با توجه به سابقه که وجود داره بالا رفت. خب اون وقت این مسئله در مورد بیمه های خصوصی هم صادقه دیگه؟ یعنی ما همونطور که فهم کنیم ممکنه صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته بشه، این ممکنه یه بیمه های خصوصی هم همین اتفاق براشون بیفته. من میخوام بدونم که چه مکانیزمی وجود داره که آدم ها مطمئن باشن تا 30 سال بعد اون شرکت بیمه هنوز هست و میتونه اون خدمات رو بهشون ارائه بده. ببینید اولا که خب شرکت های بیمه تحت یک نهاد ناظری به عنوان بیمه مرکزی فعالیت میکنن و هر ساله صورت مالی های شرکت های بیمه با توجه اینکه در بورس حضور دارن توسط هم سازمان بورس و هم بیمه مرکزی تایید میشه. یک بحث مهمی که در بخش بیمه هست بحث توانگری هستش، یا به اصطلاح بهش میگن سالونسی. این بحث به این معنا هستش که شرکت بیمه چقدر از تعهدات آیندهش رو میتونه در واقع با توجه به سرمایه گذاری هایی که داره در واقع اون تعهدات رو ایفا کنه. و توانگری شرکت ها اولین آیتمی هستش که میتونه نشون بده که یک شرکت بیمه قدرت بازپرداخت این تعهدات و ایفای این تعهدات رو داره یا نه. مضاف بر این که در واقع صورت‌های مالی کاملا مشخص هست، سهامداران و خریداران بیمه عملا که به نوعی سهامدار هستن با مراجعه به سایت‌های بورسی مثل کدال میتونن صورت مالی‌ها رو نگاه کنن، میتونن درصد در واقع بازده سرمایه گذاری شرکت‌ها رو در اون صورت مالی‌ها رصد کنن و ببینن که صورت‌های مالی به چه ترتیبی در واقع اعداد ارائه میده و قابل پیش بینی هست یا نه.
همه این شرکت های بیمه آیا در بورس هستن یا تعداد محدودی از اونها در بورس هستن که میشه به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کرد؟ نخیر، ببینید تمام شرکت های حالا به نوعی خصوصی بیمه، حالا بعضی از شرکت ها که از قدیم دولتی بودن و بعد خصوصی شدن، در بازار بورس حضور دارن و موظف به اجرای قوانین از طرف سازمان بورس هستن. خب این خیلی نکته خوبی بود. یه سوال دیگه که خیلی از ما پرسیدن، گفتن خب توی ایران ما تورم خیلی زیادی داریم، اصلا با وجود این تورم خرید بیمه عمر اصلا معنی پیدا میکنه یا نه؟ ببینید متاسفانه یک ایده ذهنی که در بین افراد جامعه که البته به علت همین تورم و کوتاه بودن دید اقتصادی وجود داره، مقایسه شرکت‌های بیمه با مثلا بانک‌ها و سازمان‌هایی مثل سازمان بورس و بازده‌های اونها هستند. من میخوام بگم این مقایسه به نوعی واقعا مقایسه درستی نیست، از این جهت که شرکت های بیمه علاوه بر اینکه پوشش بیمه ای رو در واقع تخصیص میدن به طرف، یعنی این پوشش بیمه ای خیلی مهمه، تخصیص میدن به طرف، در همون بازارهایی که در واقع برای شرکت های بیمه از طرف بیمه مرکز تعیین شده کار میکنن، فعالیت میکنن، بازارهای سرمایه گذاری که در واقع ما توش فعال هستیم، حالا مثل بورس، مثل املاک مستقلات، بر اساس حد و حدودی که بیمه مرکزی گذاشته انجام میدن. در واقع میتونم بگم یک شرکت بیمه مثل یک شرکت درآمد ثابت هستش، مثل یک صندوق درآمد ثابت هستش، حالا با 1-2% بالا پایین، با پوشش بیمه ای. یعنی این پوشش های بیمه ای شرط خیلی مهمیه برای در واقع بیمه نامه از طرف افراد. درسته. خب حالا اگر توی 30 سال مثلا فرض بکنید که ما بخوایم بیایم و توی یکی از این بیمه های عمر سرمایه گذاری بکنیم، لطفا بگید مثلا با یه مبلغ معمولی که عموما آدم ها پرداخت میکنن برای 30 سال قراره چقدر دست افراد رو بگیره؟ ببینید این سوال شما خیلی متغیر میطلبه، یعنی هم سن افراد فرق میکنه، هم بازده سرمایه گذاری در واقع افراد متفاوته، هم اینکه حق بیمه که میدن آیا دوست دارن هر سال به عنوان مثال 10% بهش اضافه بشه یا نه. یعنی واقعا خیلی موارد مختلفی رو میطلبه، ولی من میتونم بهتون در واقع یک، حالا نمیدونم واقعا عدد گفتن درست باشه یا نه، ولی سرمایه گذاری معقولیه، یعنی با توجه به این که شما یک ریسک متوسطی رو برمیدارید و در واقع بازدهتون هم قاعدتا باید متوسط باشه، اینها با هم همخونی داره. حالا من نمیدونم اگه واقعا میخواید من یک عددی بگم میتونم عدد بگم، ولی خب قطعا بگیم برای اینکه ذهنیتمون یه مقدار درست بشه خیلی به ما کمک میکنه. ببینید به عنوان مثال اگر یک فردی 1,000,000 تومان مثلا در واقع حق بیمه بده و هر سالم 10% زیادش کنه، در واقع با نرخ متوسط حالا 24% سود مشارکت در منافعی که بیمه نامه ها به در واقع بیمه گذاراشون تخصیص میدن، در واقع در طول 30 سال یک عددی نزدیک به مثلا 4,000,000,000 تومان میشه یا 3,000,000,000 خورده ای در واقع تخصیص، در واقع به افراد تخصیص داده میشه. البته من یه نکته خدمت رو عرض کنم، ببینید قوانین که شرکت های بیمه باش کار میکنن همش رو باید این ملاحظات رو کرد. ما نرخ بهره های فنی که از سمت بیمه مرکزی باش در واقع قیمت گذاری بیمه ها رو انجام میدیم، خب یک نرخی هستش که ابلاغ میشه به شرکت های بیمه، اما شرکت های بیمه در واقع سرمایه گذاری میکنن در بازارهای سرمایه گذاری و مازاد بر اون سودها رو بین بیمه گذاراشون تقسیم میکنن. یکی دیگه از در واقع عواملی که افراد میتونن شرکت های بیمه رو سنجش کنن، نرخ در واقع سود قطعی هستش که به افراد تعلق میگیره.
درست. خب به عنوان آخرین سوال من میخوام بدونم که الان میخوام یکی از این بالاخره شرکت های بیمه خصوصی خیلی زیادن، میخوام انتخاب بکنم، باید به چه ویژگی ها و به چه متغیرهایی توجه بکنم؟ ببینید، اولین مورد به نظر من تنوع محصولات یک شرکته. محصولات یک شرکت قاعدتاً در واقع همونطور که ما برای بیمه ماشین نمیریم مثلا بیمه مسئولیت بخریم و بیمه بدنه تهیه میکنیم، افراد هم همینطوری هستن. افراد به تبع سن و شرایطی که دارن بیمه نامه های مختلفی رو میطلبن و هر بیمه نامه ای رو به هر سنی واقعا نمیشه ارائه کرد. به نظر من تنوع محصولات در بین شرکت های بیمه بحث خیلی مهمیه. مواردی که خدمتون عرض کردم در ابتدای صحبتمون، مانند توانگری شرکت های بیمه که هر سال از سمت بیمه مرکزی اعلام میشه، در واقع این آمار، اون هم بحث خیلی مهمیه و به افراد میتونه خیلی کمک کنه. و همچنین بازده های سرمایه گذاری که شرکت های بیمه کسب میکنن و میتونن در واقع افراد از طریق سامانه کدال دسترسی داشته باشن و اون بازده رو ببینن، و تنوع پوشش ها که البته به یک ترتیبی جز همون تنوع محصوله هم جز مواردی که افراد میتونن دقت کنن برای خرید بیمه. و اینکه فرض کنیم حالا من انتخاب کردم اون شرکت بیمه‌ام رو، اگه بخوام خریداری بکنم، آیا سایتی هست که بیاد این مقایسه ها رو انجام بده یا نه مثل بقیه چیزامون باید خودمون بشیم دونه دونه اینا رو بخونیم و بعد تصمیم بگیریم؟ ببینید، در واقع سایت هایی که الان وجود دارن برای مقایسه بیمه ها با هم دیگه، که این بیمه نامه ها رو از لحاظ حالا اندوخته نهایی که همون مبلغی هستش که در واقع تخصیص پیدا میکنه در پایان دوره به افراد مقایسه میکنن. ولی خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه ما ملاحظات قانونی زیادی داریم، به عنوان مثال ما نرخ‌های بهره رو حتما باید به صورتی که بیمه مرکزی گفته در نظر بگیریم. مشارکت ها رو در واقع به صورت مستقیم نمیتونیم دخالت بدیم در این امر، و یه خورده مقایسه ها در واقع شاید سخت باشه. اما خب به هر حال اون سایت های بیمه ای هم کمک کردن به شناخت بیمه در سطح جامعه. اون سایت ها رو میتونن افراد برن مقایسه کنن، و اینکه شرکت ها سامانه دارن، در واقع استلام های مد نظر خاص خودشون رو از سامانه های شرکت ها در واقع بگیرن. درسته. یه سال دیگه که خیلی از ما پرسیدن اینه که اگر اون فرد تو اون دوره‌ای که حالا مثلا 30 سال از فوت بکنه با زمانی که در قید حیات باشه، چه تفاوتی بین این دو حالت وجود داره؟ ببینید، خب این دقیقا برمیگرده به سوال اولمون بابت تفاوت بیمه نامه ها. اگر یک بیمه نامه نامحدود باشه که اصلا دیگه فرد وارد حوزه بعد از در واقع اون بیمه زمانی اون بیمه نامه نمیشه که فوت کنه، چون در واقع یک بیمه هست به نام بیمه تمام عمر که این فرد تا زمانی که فوت کنه بیمه است و هر موقع که فوت کنه سرمایه فوت بهش حالا به ذینفعش داده میشه. اما بیمه های دیگه ای که الان در ایران رایجه، بیمه به عنوان مثال عمر زمانی هستش که اگر خارج از زمان این بیمه نامه باشه قاعدتا هیچی به فرد تعلق نمیگیره. یک بخشی از این که این بیمه نامه خیلی مورد تایید جامعه نیست همینه. البته کارکردهای زیادی داره که حالا امیدوارم در جلسات بعد بهش در واقع برسیم. اما بیمه هایی که عمدتا الان شرکت های بیمه در ایران میفروشن، در واقع بعد از بیمه، اتمام زمان بیمه، یک پولی رو تخصیص میدن به افراد و عملا اگر در خارج از اون زمان بیمه افراد فوت کنن دیگه سرمایه خاصی بهشون تعلق نمیگیره. ولی خوبی بیمه بازنشستگی این هستش که اون مستمری ها ادامه دار خواهد بود و در زمان تا در فوت افراد بهشون پرداخت. درسته. خیلی ممنونم آقای تابعتی، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم تو برنامه های بعدی بتونیم بیشتر راجع به بیمه های عام بشنویم و بفهمیم. متشکرم و خدا نگهدار. خواهش میکنم. ممنون. سلامت باشین. خدا نگهدار.
میدونم احتمالاً الان میخوایم بپرسیم که نگاه من نسبت به بیمه های عم چیه. واقعیت اینه که من هنوز فکر میکنم اطلاعاتم برای این قضیه کمه. فکر میکنم باید یه بررسی جدیتری روی این قضیه داشته باشم. حتی احتمالاً بتونیم یه برنامه یه پشتیبان برای این قضیه بسازیم و تو برنامه های بعدی بهتون نشون بدیم. بریم و برگردیم تا راجع به بخش سوم با هاتون صحبت کنیم. جلسات قبلی راجع به بحث تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مقدار صحبت کردیم. مهمان ما جناب آقای دمسنا بودن که توضیح دادن که فرق بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار چیه و اگر کسی بخواد وارد تحلیل تکنیکال بشه یا بنیادی بشه باید چه مسیر رو طی بکنه. اما من به عنوان یک سرمایه گذار خرد وقتی وارد سایت TSETMC میشم، یکی از سوالاتی که بهش برمی‌خورم اینه که خب من یه سهمی رو زدم و با یک صفحه‌ای روبرو میشم که پر از چیزهایی مثل پی و ای گروه و چیزهایی از این دست و سوال اینه که واقعا اینا چیه؟ چطوری میتونه به من کمک بکنه؟ من به هر حال به هر ترتیب بعد از شناسایی همه شرایطم، فهم شرایطم تصمیم گرفتم که برم و توی بورس سرمایه گذاری بکنم. خودم به شخصه میخوام این کار انجام بدم. یکی از چیزهایی که باید بدونم اینه که وقتی تو این سایت وارد میشم چه اطلاعاتی میتونه به من بده و چطوری میتونه من کمک بکنه. ما امروز میخوایم خیلی خیلی گذرا راجع به تحلیل بنیادی صحبت بکنیم و مهمان عزیز برنامه امروز ما جناب آقای رضا رشفند یکی از کارمندان خوب بازار سرمایه هستن و میخوام برای ما این قضیه رو بیشتر باز بکنن. آقای رشفند سلام عرض دارم. سلام خدمتتون هستم خانم موسوی. سلامت باشید آقای رشفند. یکی از مسائل من در بحث بورس اینه که وقتی وارد سایت میشم و یکی از این سهام‌ها رو میزنم یه سری اعداد و حال نمیدونم اگه اسلایدش رو دوستان بتونن نشون بدن خیلی خوب میشه. یه سری مثلا پی به ای نوشته، سهم شناور نوشته و چیزایی از این دست که من نمیدونم اینا چه معنایی داره. ممنون میشم یه بار اینو توضیح بدین و خلاصه به همون بگین اگر یه نفری تصمیم گرفت این تحلیل بنیادی بکنه، میدونم خیلی فرایند پیچیده و سنگینیه و قرار نیست اینجا همش رو باز بکنیم، اما اگه بخواین خیلی اجمالی توضیح بدین این تحلیل بنیادی چیه دقیقا؟ همراه شما هست. بله، خب در خصوص سایت TSETMC شرکت مدیریت فناوری بورس تهران میخوایم صحبت کنیم. فکر میکنم ساده ترین چیزی که شما وقتی باز میکنه اولین چیزی که میبینید قیمت خرید، قیمت پایانیه یا قیمت فروش اولین آخرین معامله و مثال های از این بینه. خب اول در خصوص اینا، چون میدونم بیشتر سهامدارمون دیگه حداقل یه بار معامله کردن توی بورس، دیگه اینا رو باش آشنایی دارن که آخرین معامله میشه آخرین، از اسمش که مشخص، آخرین معامله ای که توی ساعت مجاز انجام شده. قیمت پایانی یه جورایی به صورت وزنی تمام خرید و فروش هایی که انجام شده توی اون ساعت مجاز در روز محاسبه میشه و با توجه به حجم مبنا این قیمت پایانی میخوره. حجم مبنا هم برای این مسئله به این سبک درست شده که با توجه حالا با تعداد سهمی که یک شرکت داره یه حجمی مشخص کردن که شما مثلا میگم با معامله کردن 100 تا سهم ساده نتونید قیمت سهم رو کاملا جابجا کنید، یعنی شما یه معامله بکنید 100 تا سهم رو جابجا بکنید پایانی سهم بشه مثبت 5 یا منفی 5، حالا بسته به چیزی که داره، این حجم باید پر بشه تا قیمت پایانی مشخص بشه. این در خصوص حالا این مسئله قیمت پایانی بود. و اون وقت آقای رشفند اینجوریه که ما وقتی که می‌خوایم حالا فردا خرید و فروش بکنیم باید این قیمت پایانی رو بیشتر ملاک قرار بدیم یا اون آخرین معامله؟ قیمت پایانی مبنای قیمتی فرداست، یعنی مثبت و 5 و منفی، حالا هر بازه قیمتی که داره بر اساس قیمت پایانی در نظر گرفته میشه. و یه مثلا میگم شما امروز بخواید نگاه بکنید یه سهمی رو میبینید قیمت پایانیش مثبت 4 ولی آخرین معاملهش منفی 5، یعنی کسی که حاضر شده این سهم رو با قیمت منفی 5 بفروشه یعنی با صفحه فروش 2 روز بعد، نه تنها فرداش بلکه روز بعد هم اگه صفحه فروش بشه تازه به قیمتی که این معامله انجام شده تازه میرسه.
البته خب یه دلایلی هم داره، فرد فکر میکنه که مثلا فردا نمیتونه بفروشه، حاضره که با منفی 5 امروز بفروشه که زودتر خارج بشه. ولی خب معمولا هیجان بیشتر درگیره تو این خرید و فروش کردن این شکلی. این در خصوص قیمت پایانی. در خصوص سهم شنابر من یه توضیح کوچیک بدم. می‌خواید سهم شنابر میشه تعداد سهمی که سهامدارا حاضرن آماده و مایلن که بفروشن این سهمو و نمیخوام با عنوان یک سهامدار عمده توی مدیریت شرکت، توی مسائلی که مربوط به خود شرکت توش دخیل باشن و به عنوان یک حالا یه سرمایه گذاری خورد اون سهمو خریداری کردن. که خب ما تو بورسمون سهم شنابر به نسبت بازارهای جهانی مثلا بورس آمریکا یا بورس ژاپن به مراتب کمتر شناوری سهممون. مثلا شما فولاد هرمز رو اگر نگاه بکنید تقریبا شناوری 3%، یعنی شما در کل اگه کل سهم هم بخواید بخرید کلا 3% از کل سهام شرکت رو شما میتونید توی بورس تهران معامله بکنید. یا مثلا کاوه 19%، قدیر 25%، هر کدوم از اینا بسته به میزان سهمی که شناور دارن تا اون حد میتونن معامله بشن. البته ما شرکتایی هم داریم که تا 60% معامله شدن تو یه روز، حتی 60% سهم شناور یه شرکت کامل معامله شده تو یه روز. این در خصوص سهم شناور. چرا توی ایران این سهم شناور این به سهامداری عمده بستگی داره و یه قانونی هم آخه خارج از کشور مطرحه که میگه وقتی که یه شرکت حاضر نباشه 25% سهامش رو در اختیار عموم قرار بده اصلا بهتره که تو بورس نباشه. یه مسئله کلی که دارن، ولی خب معلومات دارن سعی میکنن به اون سمت پیش برن. ولی خب در نظر داشته باشید که شما هر چقدر سهم بیشتری بدید ممکنه سیت مدیریتیتون از دست بدید. یعنی شما با توجه به تعداد سهامی شرکت های بورسی ما، یعنی کلاً تمام شرکت ها یه هیئت مدیره دارن. این هیئت مدیره بر اساس تعداد سهمی که شما دارید، حجم سهم از کل سهمی که دارید انتخاب میشن. شما مثلا زمانی که از 100% سهام یه شرکت 60% یا 80% سهام اون شرکت رو دارید، بین 3 تا 4 تا سهم از 5 تا صندلی 3 تا 4 تاشو میتونید داشته باشید. خب این مسئله مسلماً تأثیر داره. شما میتونید روند شرکت رو مشخص بکنید، تقسیم سودش رو مشخص کنید، مدیر عاملش رو مشخص بکنید و به میگن سهام کنترلی مدیریتی که خب واسه سهامدارای راهبردی و سهامدارای عمده که بلند مدت سرمایه گذاری میکنن فوق‌العاده مهمه و واسه همین کمتر حاضر میشن که سهامشون رو شناور کنن رو بازار که از ترس اینکه ممکنه این سیتو از دست بده. اینم واسه سهام شناور. یه عددهایی هم که اگه تو وسط تصویر تیز نگاه بکنید، TSCTMC نگاه بکنید، یه پایین تصویر اگه سایده دوستانشون بدن خیالی میشه. بله EPS شما پایین نگاه بکنید یه EPS نوشته شده، یه دونه PBA نوشته شده و یه PBA گروه. منظور از EPS سود خالص اون سهم در 12 ماه قبل. منظور ما البته با توجه به اینکه گزارشامون 3 ماه هست، یعنی بیشتری شرکت‌های ما به صورت 3 ماه گزارش‌های دوره‌ای رو شما ارائه می‌کنن، منظور از 12 ماه قبل بهتر بگیم 4 فصل قبله. یعنی الان اگه شرکت EPSش منتشر شده باشه و روی سایت بیاد، یعنی برای فصل بهار و 3 فصل قبلش، اون میشه مجموع سودش تقسیم بر تعداد سهامی که داشته، سود خالصی که داشته تقسیم بر تعداد سهامی که داشته شده اون EPS هم earning per share، یعنی سود خالص به ازای هر سهمشه که به این میگن EPS حالا 12 ماه قبل یا TTM. PBE هم همینه. PBE که الان شما دارید روی تابلو میبینید، P که مخفف پرایسه و E هم که همون EPSه. P قیمت هر سهمه که از مارکت ولیو اون شرکت، یعنی ارزش بازار اون شرکت تقسیم بر تعداد سهمش میشه قیمت هر سهمش و تقسیم بر همون EPSی که الان بهتون گفتم. این نسبت این رو نشون میده که شما به ازای هر واحد سودی که شرکت در میاره حاضر چقدر هزینه بکنید، چقدر حاضر ارزش گذاری بکنید برایش، چقدر حاضر پرداخت بکنید. یعنی وقتی مثلا میگم PBE میشه عددی مثل 30، میشه 20، میشه 10، یعنی شما حاضر برای 1 ریال سود 10 ریال هزینه بکنید، پرداخت بکنید. PBE به این سبب حساب میکنن که پی بی ای چند باشه خوبه آقای رشفن؟ پی
پی به ای بستگی به صنعت داره، بستگی به خود سهم داره، خیلی مسائل مختلفی داخلش دخیله، ولی ما به صورت هیستوریکال، به صورت تاریخی توی بازارمون پی به ای پایین تر از 5.5-6 رو پی به ای مناسبی در نظر میگرفتن برای سهمایی که برای شرکت هایی که به بلوغ رسیدن، یعنی شرکت هایی که پروژه ندارن، شرکت هایی که مثلا افزایش تولید ندارن، و به هر کدوم از اینا حالا با بسته به میزانی که به سودشون اضافه میشد پی به ای بالاتری میدادن. مثلا میگم شما فرض کنید یه شرکت داشتیم که قرار ظرفیت تولیدش دو برابر بشه، شما با تحلیلی که دارید میگید مثلا سودش 120% روش میکنه، خب من برای این افزایش سودی که مثلا ممکنه 3 سال دیگه رخ بده حاضرم یک پی به ای 1 یا 2 بهش اضافه بکنم، یعنی پی به ای بکنم 7 و اونو ارزشمند میدونم، اگه پایین تر از پی به ای مثلا 7 باشه من حاضرم بخرمش، اگه بالاتر باشه من میفروشمش. البته این پی به ای که شما دارید روی سایت میبینید بازم میگم تریلینگ 12 مانث، یعنی مربوط به گذشته نگره. توی بازار ما همیشه میگیم که دائم قرار آینده ای شرکت رو بخریم، شرکتی که پارسال مثلا انقدر فروخته دلیل نمیشه سال بعد هم همونقدر بفروشه، باید شما یه تحلیلی داشته باشید. مسئله مهم توی ارزش گذاری پی بی فوروارد، یعنی سودی که اون شرکت توی 12 ماه یا یک سال آینده قراره بسازه، که اینو با شما با استفاده از تحلیل بنیادی میتونید به دست بیارید. و این یکی از روش‌های ارزش‌گذاری بنیادیه که البته روش‌هاش خیلی متفاوته. روش‌های تنزیلیه، تنزیل وجوه نقد ما داریم، روش درآمد پسماند ما داریم، روش همین مقایسه‌ای که پی به یکی از اونهاست و میشه به عنوان این روش ارزش‌گذاری بنیادی در نظر گرفت. خب پی به یک گروه هم که خدمتتون بگم متوسط تمام این پی به های این شرکت‌هایی که داخل یک گروه قرار گرفتن، مثلا شرکت مثل بغدی توی گروه چند رشتگی صنعتی قرار میگیره، یعنی با شستا و امید و صندوق توی گروه قرار میگیرن، پی به ای اینا محاسبه میشه و به صورت میانگین گروه در نظر گرفته میشه. در واقع خب گروه صنعت آقای رشوان صنعتی که سازمان بورس ما در نظر گرفته، معمولا بعضی از نهادهای مالی داخل کشورمون نحوه صنعت هایی که دارن تقسیم بندی صنعتشون متفاوته با سازمان بورس، ولی خب این نرمالی که داریم اگه اشتباه نکنم توی بازار ما تقریبا 47 صنعت مختلف وجود داره، یعنی شما 47 صنعت مختلف رو میتونید برای سرمایه‌گذاری انتخاب بکنید. این تعداد سهمیه و البته یه لول هم بالاتر هم ما داریم که بهش میگیم سکتور، که توی سکتور این کوچیک‌تر میشه، یعنی مثلا میگم پالایشگاه ها پتروشیمی ها میان زیر مجموعه مثلا صنعت پتروپالایش، زیر مجموعه سکتور پتروپالایشی که کوچیکتر و کوچیکتر میشن، که برای اینکه شما بتونید توی حالا بهش میگن استراتژیک الوکیشن شما بتونید اکسپوژر بگیرید به هر یکی از این سکتور ها. مثلا میگم شما فکر میکنید که فلزات آینده بهتری دارن، میرید توی سکتور فلزات مثلا صنعت مس رو انتخاب میکنید یا صنعت مثلا فولاد رو انتخاب میکنید، این شکلی، و شما ریسکتون رو اونجوری پایین میارید با انجام دادن این کار. این هم در خصوص یه صنعت فقط میریم یه دونه سهمش رو بخریم، نه اینکه همه سهمای اون صنعت رو بخریم. نگاه کنید تحلیل، بخشی از تحلیل اینجوریه، شما میایید حالا من مثلا کاوه رو الان براتون یه مثال بزنم که با هم تصویرش هم ببینیم. مثلا شرکت کاوه، شما میایید اول حالا همون تابلوخانی که الان تابلوخانی که نه، میاد اطلاعات کلی از روی خود سایت تی اس ای برمیاد، حالا مثلا تابلوخانی بذاریم برای دفعات بعد، میاد نگاه میکنید قیمت سهم و سرمایه شرکت رو، ارزش بازارش رو از روی اون سایت برمیدارید، قیمت‌ها رو نگاه میکنید، بازه سالش رو میبینید، آیا این شرکت مثلا میبینید توی یک سال گذشته مثلا 10 برابر شده قیمتش، یا اینا مثلا یه سنسای کلی به شما در مورد اون شرکت میدن. بعد مثلا میاد اون شرکت از لحاظ سهامداری بررسی میکنید، ببینید کسی که پشت سر این شرکت فولاد کاوه است کیه، مثلا هدفشون از سرمایه گذاری چیه، سرمایه گذاری های دیگه شون چیه، سابقه شون چه شکلیه. مثلا وقتی سهامدارای شرکت فولاد کاوه نگاه میکنید که از رو همون سایت تی اس تی ام سی میتونید بردارید، قسمت سهامداران اون بالا زده شده، شما میبینید که 5 تا شرکت 4 تا شرکت به عنوان سهامدارشن،
وقتی یه دور عقب‌تر این شرکت‌ها نگاه می‌کنید، همه این شرکت‌ها متصل میشن به بنیاد مستضعفان. یعنی این شرکت در نهایتاً به صورت کامل در اختیار بنیاده. و با توجه به اینکه مثلا این شرکت این سهامدار عمده معمولا مثلا به دنبال افزایش ظرفیت تولید، مثلا دنبال از روی سابقهش، مثلا شما میگید خب احتمال اینکه این شرکت هم در آینده اتفاق واسش بیفته زیاده، یعنی تقسیم سودش کمتره، بیشتر هزینه خواهد کرد که بتونه مثلا بر ظرفیت تولیدش بیفزه. این یکی از مسائلی که شما میتونید ببینید. بعد حالا معمولا ما الان در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد اینکه سکتور صحبت کردیم، در خصوص صنعت هم یه توضیح کوچیک دادیم. شما مثلا میخواد فولاد رو در نظر بگیرید، خب میگید باید ببینم تو جهان چه شکلی فولاد، بازیگر اصلی فولاد کیه. میگید خب میارید اطلاعات جهانی در میارید، میبینید مثلا شرکت‌های بزرگ دنیا آرسلورمیتال، میارید میبینید مثلا نپال، و این شرکت‌ها به شما نشون میدن که بازیگر اصلی مارکت میکرها کیان، و بعد از اون میاد ببینید کدوم کشور از همه بیشتر تولید میکنه، بیشتر مصرف میکنه، که میبینید چین. پس میگید هر اتفاقی که واسه چین بیفته، هر تصمیم گیری تو سطح اقتصاد کلان چین اتفاق بیفته، میتونه بر صنعت فولاد تاثیر بذاره. این یه مسئله. بعد میاد داخلی رو بررسی میکنید، میاد ببینید مشکل مثلا خود یا مثلا مزیت‌ها و معایبی که صنعت فولاد ما داره چیه، اینو در داخل کشور بررسی میکنید. این میشه یه بخشی از تحلیل شما، یعنی شما هم جهانی رو بررسی کردید و هم صنعت رو داخل کشور. بعد میاد خود شرکت رو بررسی میکنید که آیا این شرکت چقدر میتونه تولید بکنه، چقدر میتونه بفروشه، آیا مشکل فروش داره، آیا به راحتی به قیمت‌های جهانی میتونه بفروشه، آیا شرکت جایی هست که بتونه به راحتی صادرات بکنه، و این مسئله رو چک میکنید. بعدش میاد در مورد بهای تمام شدهش حساب میکنید، میگید خب این شرکت برای اینکه سود داشته باشه باید هزینه‌ای که واسه تولید اون میکنه از قیمت فروشش پایین‌تر باشه. یعنی اگه مثلا میگم یه تن فولادشو داره $400 میفروشه، باید هزینه‌اش $300 باشه که واسهش بصرفه، یعنی یه سوددهی مناسبی داشته باشه. و اینا رو شما حالا با بسته به نحوه تحلیلی که دارین محاسبه میکنید، و در نهایت هم یک مفروضاتی کنار هم میذارید. مثلا میگید که با توجه به شرایطی کشوری که داریم، ما فکر میکنیم سالیانه به نسبت نقدینگی و یه مقدار پایینتر دلار باید منطقا رشد بکنه. یعنی دلار ما اگه امسال دلار نیمایی ما 18000 تومانه، سال بعد باید مثلا نزدیک به 22000 تومان باشه. البته ممکن این اتفاق نیفته ها، ولی معمولا اگر ما جهش ارزی نداشته باشیم، به صورت معمول سالیانه متوسط ما 20% رشد نرخ ارز رو داریم. با این مفروضات شما اینو میذارید کنار هم، همونجوری که گفتم قیمت جهانی در آوردیم، گفتیم که به نظر شما مثلا با توجه به شرایطی که چین یا بقیه بازیگرا دارن، شما فولاد مثلا توی 5 سال آینده $400 به بالا نمیبینید. تورم داخلمون رو در میارید، مقدار فروش هم که قبلا حساب کردیم، همه اینا رو کنار هم که قرار میدید، میرسید به آخرین و مهمترین بخشی که چکیده کار شماست. یعنی شما تمام این کارا رو انجام دادید که سر به سود خالص برسید، که سود خالص که بشه همون EPS اون شرکت به ازای، یعنی سود خالص به ازای هر سهم، که در نهایت امر شما قیمت سهام که توی تابلویی که با هم بررسی کردیم، مثلا الان قیمت امروز کاوه قیمتش مثلا 2000 تومانه، شما سودی که برای سال بعد درآوردید با تمام مفروضاتی که برای خودتون دارید مثلا 150 تومان، این یعنی پی بی ای سال 1399، پی بی ای سال 99 شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تقریبا یه سیزی حدود 13. البته شما میتونید بگید خب الان از سال 99 6 ماهش رفته، من مثلا میگم 6 ماه اول فولاد کاوه مثلا 40 تومن یا 30 تومن سود ساخته، توی 6 ماه دوم سال 1400 مثلا توی 6 ماه دوم سال 1399 40 تومن سود میسازه، توی 6 ماه اول سال 1400 میداد مثلا 150 تومن سود میسازه. اینا رو هم می‌ذاریم که مثلا تقریبا یه سود 200 تومن سود می‌سازه. یعنی پی بی ای فوروارد 12 ماه آتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش میشه یه سود 10. حالا میاد اینو کلا با کل صنعت، یعنی این کارو برای فولاد مبارکه انجام میدید، برای هرمزگان انجام میدید، برای فولاد کاویان، تمام این شرکت‌هایی که تو این صنعت فولاد هستن انجام میدید، و میگید خب مثلا شرکت فولاد
مبارکه کمترین پی بی رو داره. یعنی توی این صنعت با توجه به تمام ریسکایی که بررسی کردیم میگید بهترین سهمی که شما مثلا میتونید توی صنعت فولاد بخرین سهم مثلا فولاد مبارکه اصفهان یا مثلا فولاد کاوه جنوب کیش. یکی از روشایی که پی بی رو داره. متوجه شدم که عملاً هیچ فرد عادی نمیتونه این همه کار انجام بده، بره فولاد رو توی چین حساب کنه و بعد توی ایرانش رو حساب کنه و بعد با بقیه هم ردیفای اون صنعت بره مقایسه بکنه. عملاً این چیزی نیست که تقریباً یه آدم بتونه انجام بده. میخوام بدونم که حالا ممکنه شما بگین که بهترین مسیر اینه که آدم ها برن پولشون رو توی صندوق های سرمایه گذاری بگذارن، اما ممکنه اینم بگین که نه، یه سری راههایی هست برای به دست آوردن این اطلاعات. آیا ما میتونیم به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم؟ این اطلاعاتی که من خدمتتون گفتم بخش مربوط به اطلاعات داخلیش داخل سایت کدال هست. یعنی شما میتونید صورت‌های مالی تمام شرکت‌های حاضر در بورس رو تو سایت کدال بردارین، بررسی بکنین. این میشه بخش داخلیش رو در نظر گرفتم. ولی وقتی شما میخواید بلندمدت‌تر ببینید، یعنی شما میخواید بگید که چرا مثلا این شرکت باید با این نرخ محصولش رو بفروشه، باید حداقل از اقتصاد جهانی هم اطلاعات داشته باشی، باید مفروضات جهانی در نظر بگیری. و خب خیلی ممنونم آقای رشید. باشه که ما حتی تو برنامه های بعدی بیشتر از شما استفاده میکنیم. روز خوبی داشته باشیم. خدا نگه. خب فکر میکنم که الان تقریبا همه ما به این نتیجه رسیدیم که خودمون نمیتونیم این کار بکنیم، اما احتمالا اون نکات اولیه‌ای که آقای رشبن گفتن خیلی میتونه بهمون کمک بکنه برای اینکه تصمیم بگیریم که یه سهمی رو بخریم یا نخریم به صورت معمولش. البته من میخواستم راجع به یه چیز دیگه هم باهاتون صحبت بکنم. به من گفتین که بهمون بگو اگر که میخوایم وارد سایت بشیم و از طریق کارگزاری اقدام بکنیم به خرید پالایش یکم باید چه مسیر رو بریم. من توی چند اسلاید خیلی کوچیک میخوام سریع این رو براتون توضیح بدم. تو مرحله اول شما وارد در واقع سبدتون میشین و توی اونجا پالایش یکم رو سرچ میکنید. اگر دوستان اسلاید ها رو نشون بدن، خب پالایشی یکم رو شما سرچ میکنین، بعد از اون شروع میکنین به اینکه تعداد سهام و قیمت سهام رو باید مشخص بکنین. گفته شده که 500 تا سهم رو افراد میتونن بخرن و هر سهمش 10,000 ریال اگر اشتباه نکنم. در مجموع شما میتونید 5 میلیون تومان خرید بکنید. همونطور که میبینید تو مرحله اول میایین صندوق پالایشی یکم رو انتخاب میکنید. تو مرحله دوم شما تعداد حجم اون رو انتخاب می‌کنید که 500 تا خواهد بود. تو مرحله سوم 100,000 ریال قیمت رو مشخص می‌کنید و در نهایت دکمه خرید رو می‌زنید و خریدتون رو انجام می‌دید. چون می‌دونید اگر از اپلیکیشن ها این کار رو انجام بدید بعداً دوباره باید این کار انتقال از اپلیکیشن ها به کارگزاری رو انجام بدید و این مسیر سرراستی برای شما خواهد بود. تو بخش اول راجع به ارزهای اولیه صحبت کردیم، فهمیدیم که این ارزهای اولیه به این معنی نیست که همشون خوبن و باید تو همشون شرکت بکنیم، لازمه که یکم بیشتر راجع بهشون اطلاع داشته باشیم. تو بخش دوم راجع به بیمه های عمر صحبت کردیم، اینکه چه ویژگی‌هایی دارن و اینکه چطوری میتونن به ما کمک بکنن آیا یک فرصه سرمایه‌گذاری خوب هستن یا نیستن، و احتمالاً تو برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. و در آخر یه نگاهی انداختیم به تحلیل بنیادی. امیدوارم که حالا تو مرحله بعدی بتونیم راجع به تحلیل تکنیکال هم با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. از این که تا اینجای برنامه همراه من بودین خیلی از شما سپاسگزارم. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.